سیام، های، چطوری؟ خیلی به هم توی دایرکت ازم میپرسید که سبا تو چجوری این همه انگیزه داری که هر روز پا میشی میری باشگاه، انقدر درس میخونی؟ ولی خب به خاطر که تعداد اینجور دایرکت ها زیاد شده بود، گفتم که یه دونه ویدیو براتون بگیرم که بهتون بگم که چجوری از اون حالت تنبلانه تورتون بیایید بیرون، تنبل بودنمون بیایم بیرون. اولین نکته بخوام شروع کنم، اولین کاری که من هر روز صبح انجام میدم، حاضر چشم از خواب بیدار میشم، یه قانون برای خودم دارم، اینی که نباید تو سوشال مدیا به چرخم و سرمو بکنم تو گوشیم. به خاطر اینکه اگه شما تازه از خواب بیدار شدین و مغزتون هنوز آماده نیست، مغزتون نمیدونه امروز میخواید چیکار کنین و اولین کاری که شما میکنید اینه که ذهنتون رو با چیزای سوشال مدیا و همینطوری رفتن پایین ادامه بدید، مغز شما دیگه نمیتونه انگیزه فکر کنه و از روتینای زندگیتون هم عقب میمونید و خدا رو شکر سوشال مدیا انقدر چیزای مختلفی برای همینطوری ادامه دادن و غرق شدن توش داره که نگو. و برای همین من برای خودم یه قانون دارم. قانون اولم اینه که دست به گوشی نمیذارم تا وقتی که کارهای روتین صبحمو انجام ندم. اگه بخوام منظور خودمو از این روتین ها بهتون بگم میشه نکته دوم. میدونم خیلی دارم تو ویدیویی که قرار کل روزمو بهتون نشون بدم سریع شروع میکنم به گفتن نکته ها، ولی مهمش اینجاست که اینکه شما از حالت تنبل طور بیاید بیرون و بتونید هر کاری که توی روز دوست دارید انجام بدید و انجام بدید از صبحتون شروع میشه. نکته دوم که داشتم راجبش میگفتم روتین هاست، که مثلا تا قبل از اینکه تختم مرتب نکردم، مسواکم رو نزدم، و روتین پوستیم رو انجام ندادم، و حتی بعضی روزا مدیتیشن نکردم و صبحونه درست نکردم، سرم رو تو گوشی نمی کنم. و دلیل علمی هم داره این که میگم که نباید چرا سرمون رو تو گوشی کنیم وقتی از خواب بیدار میشیم. دلیلش اینه که وقتی که شما تازه از خواب بیدار شدیم و سرتون رو تو گوشی میکنیم، اولین هورمونی که و دوپامینی که به مغز میرسه، دوپامین یه دونه هورمون برای حس خوشحالی و حس شادابی، اولین هورمونی که به ذهن شما میرسه دوپامین از طریق ترشح شدنش از طریق سوشال مدیا و گوشی شماست. دوپامینی که ترشح شده خب به شما یه حس خوب میده و شما تا آخر اون روز مغز شما برای شادی دنبال اون هورمون میگرده، دنبال چیزایی میگرده که اگه شما سرتون رو بکنید تو گوشی دوباره اون مقدار زیادی از هورمون ترشح میشه، چون اولین هورمونی که صبح پیش رسیده دوپامین از طریق گوشی بوده. و آره دیگه، مغز شما تو کل اون روز دیگه نمیتونه درست فکر کنه به خاطر اینکه داره دنبال اون دوپامینه میگرده. برای همین این قانون من بر خودم گذاشتم که سرمو تو گوشی نمیکنم تا روتین صبحگاهی من انجام بدم، که این روتین صبحگاهیه که برای خودم درست کردم، که خیلی بستگی به مدل زندگیتون، جای زندگیتون و سنی که دارید و کار یا حالا درسی که دارید 100% روتین شما فرق داره، ولی یه کار اولیه که ذهنتون تازه بتونه خودش رو شکل بگیره و آماده بشه برای روز، بهتره که با گوشی انجام ندید. من برم پایین ریجستر کنم، برمیگردم برم صبحونه درست کنم. صبحونه میخوام فرنش توست درست کنم، ولی فرنش توست معمولی نه. نونو میخوام اول اینطوری تیکه تیکه تیکش کنم، بعد توی کاسه تخم مرغ و شیر و کوچو پرتئین بریزم، بعد مثلا بعد آتیش کنم، بعد اینا بریزم تو این، نه بعد بزنم شما کافه. آره نمیخوام سرخشم خواهم که روغن داشته باشه. بدونم از اون تخم مرغ که با چیز بود درست کردم، کنجد. آره درست کنم. میخوای خورما یه صبحونه ترکی هم داری توش خورما این روز با موز و کوچ و پروتئین و مغز و میدون شیک درست کرده بودم، ولی کامل نخوردمش، که شیر و موز و مثلا بادام پسته و کوچ و پروتئین میخوام تو همون یه دونه تخم مرغ بشونم و منم شلوارک میخوام. یکم هم میخوام توش بیکینگ خورما داریم. آره بدون چیز بخورم میشه اینجوری. حالا نمیزم تو ماکروفه یک چیزی شبیه کیک در میاد. شد شبیه کیک.
داریم میز اردو رو میچینیم. اینجا من کیک درست کردم. حالا اون مامور داره یه دونه صبحانه چی درست میکنی؟ ترکیه خورما رو اول سرخ میکنیم. سپس دو جون با یه تیشرت و میخوام با بچه های کلا دختر بزار بریم فوتبال بازی کنیم و به خاطر اینکه امروز نمیرم باشگاه چون که دیروز رفتم باشگاه و بدنم نیاز به ریکاوری داره برای همین دیگه امروز نمیرم باشگاه و میرم فوتبال میرم یه دونه هوازی بزنم با بچه ها بازی میکنیم و اینا خیلی خوبه دیگه یه ورزش هم هست بدنم هم تحرک میکنه و یه نکته سوم که میخوام بگم که از آدم از تنبلی در بیاد اینکه شما بتونید پاشید و کاری که دوست دارید انجام بدید و مثلا تو تختتون دراز کشیدید و همینطوری دارید چرخ میزنید و اصلا احساسشون نداره که از تخت بیاد بیرون چی کار کنید که یا مثلا همینطوری تو گوشیتون بعد از ناهار یا شام یا صبحونه دارید همینطوری تو گوشیتون دارید چرخ میزنید و یه بازی کاری انجام میدید و انجامش نمیدید یه کاری که یه حرکتی که کمکتون میکنه اینه که بهش میگن قانون سه شماره بگید یک دو سه یا سه دو یک فرق نداره شما به خودتون میگید که سه ثانیه زمان دارم بعدش با پاشم این کار انجام بدم مغز شما خودش رو آماده میکنه بدنتون خودش رو آماده میکنه و به شما این سه که گفتید از جاتون پا میشید و میگید اون کار رو انجام میدید این که چیزی که من توی کتاب اتمی کبیس عادت‌های اتمی یاد گرفتم که یه حرکتی شما باعث میشه پاشید که اون کاری که حتما میخواید رو انجام بدید و آره دیگه مثلا من اجازه من داشت سرمو کرده بودم توی گوشیم بعد از صبحونه و به خودم گفتم یک دو سه پاشدم رفتم کارو کردم و بچه گفتم منم میام فوتبال که با بچه های فوتبال بازی کنیم حتما توی روز من یه چیزی که برای خودم دارم اینه که حتما ورزش هم انجام بدم به خاطر اینکه ورزش بدن من شلوغ‌تر نگه میداره و هرچی من بدن فیت‌تر داشته باشم انرژی بیشتری دارم برای انجام دادن کارهای روزم بزنید بریم چه بچه ها بریم فوتبال هوا خیلی خوب شده بچه سلام کنیم برای ویدیو سبا سلام های داریم این فوتبال انشالله که خوش میگذره آقا چند تا گل میزنی؟ من زیاد چند تا گل میزنی؟ گلره من دفاع وای میسم چند تا گل میزنی؟ برمجرد خداوند بخشنده مهربان به یادی یامور چند تا گل میزنی؟ ریحان چند تا گل میزنی؟ یامور دوتا؟ سبا خود چند تا میزنی؟ دوتا ریحانه اینجا ریحانه رو بگیم بستنی زده بود تور شیخ خوشگله تور شیخ خیلی خوشمزه است بخوری کم چه باحاله برگشت داری لیمو هم من لیمو سیبا بهت اون چه؟ منگو من عاشق منگو من هم خیلی خوشم یامون میخواد داره پرسینگ بزنه پرسینگ لب مگی پرسینگ بزنی پرسینگ لب میتونی بچه دستم اینا بذار بلاگت دستم عرق کرده و میلرزه یه دقیقه تو میکشه دست نداره
این وضعیت قبل پیرسینگ، وضعیت بعد پیرسینگ هم میگیرم که در حال پیرسینگ هم من برسینگ concentrate on your breathe. If you breathe, you'll be fine. If you hold your breath, you'll be okay. Just breathe big, deep breaths in and out. You're going to be totally fine. Okay. Big, deep breath in and out. Oh! 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 Okay. Oh, no. Okay. Keep breathing. Breathe, breathe, breathe. You're going to be fine. Take another big, deep breath in. Breathe. Big, deep breath in. Done. There you go. We're able to move. اینکه الان هوا آفتابی شده یکی از دلایلی که من موتیویشن دارم برای درس خوندن که هوای منچستر با بارون و رد و برق خودش من رو کلن الان با این وضعیت هوا من بخوابم چجوری درس بخونم توی وضعیت هوا. حالا شما به هم بگید چه راهایی برای روش موتیویت کردن خودتون تو این هوا دارید. همین دیگه. امیدوارم که تا اینجا ویدیو رو دوست داشته باشید. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگید که برسید که حسابتون نپره. و الان دیگه شبه، من شوخی کردم، میدونم هوا روشنه ولی خب اینجا تا ساعت 10 شب هوا روشنه. That's it. همین دیگه. الان داره قشنگ رد و برق میاد. فیلم خداحافظ.